با سلام و درود بینندگان عزیز، به برنامه تازه شما را خوش آمدید میگویم. خانم ملاغنی برادر، فرد دوم ریاست الوزرای طالبان و امضا کننده اصلی پیمان دوحه با خلیلزاد، ویزای امریکا دریافت کرده است. در مانگای القاعده یک کلینیک است به نام تحت پوشش درمانگاه بهداشتی، حال از بدخشان به توربوری ننگرهار منتقل شد، مربوط القاعده است و طالبان قرار گزارشات جنگجویان اویغور خلسلا کردند. پول و تشویق و به اصطلاح حق دادن ها یا باج دادن های چین به طالبان نتیجه مثبت داده. خب اول از مطلب اول شروع میکنیم که خانم ملاغنی برادر از طریق اسلام آباد، از کنسولگری امریکا در اسلام آباد ویزه امریکا دریافت کرده و به ایالت ویرجینیای امریکا سفر کرده است. گزارشی که است ایست که قرار نیست دوباره برگردد. ما یک رشته گزارشات دیگه ایرم ده همی رابطه قبلا داده بودیم، این دومین موردش است. چیزی که اتفاق افتاده این باری که کد هیبت الله مستقر در قندهار یا مو محور در اعتراض به ملا برادر مسائلی را مطرح کردند و صحبت های ناراحت کننده و مشاجرات لفظی داشتن بین خود کد هیبت الله با ملا برادر. استدلال کود قنداری است که ما علیه امریکا و آزادی افغانستان و شکست ناتو و این مسائل ما همیشه صحبت میکنیم، خانم تو میره به امریکا، اگر رسانه‌ای شوه این موضوع زیر فشار افکار عمومی و نیروهای طالبان قرار میگیریم و این در شکستن وجه طالبان بسیار تاثیر اساسی دارد. این در چند مورد دیگه هم گزارش شد، گزارش ما باز هم دنبال خواهیم کرد. چرا بین امریکا و طالبان کدام چیزی نیست؟ پیمان دوستی امضا کردن، پیمان دوحه، و بعد از این ما دیدیم که ترامپ هم از ملا برادر بسیار به خوبی یاد کرد، گفت مرا جلال ادمام میگه، عالی جناب میگه. هی جناب چی یک کلمه است که در جمهوری چی حال بود که در زی کلمه جلالت ما والی جناب و در اینجا برا ترم به نظر من با جنای قندار یک رشته پیش آمدهای جدیدی خواهد داشت، همینطور با قید احتیاط میگه. خب طبق اطلاعات بدست آمده از بدخشان، منابع خاصی را گزارش کردند که یک مؤسسه تحت پوشش کلینیک سیار که مربوط به سازمان القاعده و شبکه افغانی از مشترک در یکی از ولسوالی های سرحدی بدخشان در جاهای بسیار حساس روی موارد آزمایش مواد شیمیایی و مسائل کار میکرد، تحقیقات داشتن، تحقیقات روی مواد شیمیایی. در اونجا اونها مطابق همین گزارش تجهیزات کافی، یعنی تجهیزات حساس که از نشأت مواد میکروبی در این آزمایشگاه بدوی جلوگیری بکنه وجود نداشته، انتشار میکروبای آزمایشگاه در آزمایشگاه کوچک سبب شده که حدود 2000 نفر از باشنده های بدخشان و بیماری های سرطان ریه و گوارشی مبتلا شوند. این گزارش در این سطح است. منابع بهداشتی بدخشان و کسایی که از بدخشان هستند، هموطنان ما در خارج یا در داخل، این موضوع را میتونن نادرستی و درستیش یک آزمایش بکنن این قضیه را. البته آمار شفاخانه بدخشان در یک سال اخیر گفته شده که یک رقم وحشتناک از ابتلا به سرطان ریه و گوارش حکایت داشته.
مؤسسه تحت پوشش کلینیک کار خود فعلا متوقف کرده بعد از اینکه مواد شیمیایی منتشر شده در منطقه. تمام لوازم و تجهیزات خود به کوههای توربوره در ولایت ننگرهار منتقل کردند. خب به این ترتیب در پایان گزارش آمده که اینمی مریضی که آمده بیماری سرطان روز به روز در حال انتشار است. هر کسی که از این مسائل بتانه بیشتر معلومات بگیره برای رسانه ساختن از این و جلب توجه منطقه و جهان بسیار اثرگذار است. چرا در کار خبررسانی کسی یعنی خدای حقیقت نمی باشد؟ چرا زندگی متغیر است؟ یک ساعت یک چیز اتفاق می افتد، ساعت بعد زدش اتفاق می افتد. بنان هیچ چیز، هیچ خبری تکمیل نیست از نظر حرفه‌ای. فاران جعفری معاون سازمان الهیات اسلامی مبارزه با تروریسم خبر داده است که تمامی جنگجویان اویغور در افغانستان تحت نظارت شدید طالبان قرار گرفتند. خب ببینین وقتی که شی جین پینگ رئیس جمهور چین سفیر طالبان را کد پیران تومان و کد قدیفه در سرش در دفتر رسمی پذیرایی میکنه، همه این چیز، همه این مسائل اقدامات یک معنا داشت و ای که در معادن افغانستان یک چیزای اینا سهیم میشن، اینا همیش معنا داره. چرا جنگجویان اویغور در افغانستان ذخیره هستند، یکی از ذخایر امریکا هستند که بعدا کار میه. و حتی از کجا معلوم که با آمدن ترامپ سرنوشت اویغورا متحول شود. بهرحال برای فعلا تحت نظارت شدید هستند، بیشترشان توسط طالبا خل سلا شدند. ما در گزارشات 2 سال پیش مرتب خبر داده بودیم که اینها را بردن در زابل و نیمروز، اونجا پنهان کرده بودند در عقب جبهه. این از سمت شمال اویغورا را کشیده بودند. حال خبر میگه که خل سلا هم شدن، تحت نظارت شدید هستند که تحرکات انجام دادن نتوانند تا که این مسئله بروز نکنه در رسانه ها. این مسئله ثابت میکنه که طالب در صورت تمایل میتونه کنترل گروه های دیگه شبه نظامی را هم در دست خود بگیره، کنترل بکنه. خب میبینی که دیگر کلش آزاد کار میکنن. این واقعیت که با تحریک طالبان پاکستان این کار نکرده ای کاملا واضح است و تحریک طالبان پاکستان بود که کمر طالبان افغانستان را بست. اگر اونا هم کاریشان نمی بود، عقبه طالبان افغانستان نمی شدن، اینا را جای نمی دادن، همکاری نمی کردن. خب او البته وقت با تشویق پاکستان شد. آله خب غیر از پاکستان هم ایدئولوژی چون واحد است و هیچگاه طالب یک عادت داره، کسی که با او یک روز جنگید میمانش شد، خصوصا شریک ایدئولوژیکش بود، او رو با کسی تسلیم نمیکنه. چه بن لادن که در گذشته می کار نکرد، چه اویغور و چه تی تی پی پاکستان. به همین خاطر پاکستان دچار یک دردسر بسیار بزرگ است. در اینجا پای چند کشور هم در میان است، هزینه های مالیش دیگه کس می ده دیگه کشور ها. بنان نیات طالبان علیه پاکستان برجسته است. چه شباهت مثلا با سیاست دکتر نجیب داشته باشد، چه شباهت به سیاست های داود خان و دیگه رهبران گذشته داشته باشد. افغانستان تقدیری شنیمی است که هر گروهی که اعمال فشار میکنه بر پاکستان به عنوان یک دستاویز باید با تمام قدرت در دست گرفته شد. مشکلی که حکومت ها خصوصا طالب ها داره است که با مردم افغانستان درگیر است، با دیگه اقوام درگیر است. اینیج است که این خطر به وجود میاره که یک وقت طالبا هم از این طرف گرفته شوه هم از طرف پاکستان، یک خطر وجودی تعقیبش میکنه. مگر خب حال طالبا
هوشیار هستند، خوب در سیاست خارجی خود خوب بازی کردن در طول 3 سال که یک پل توازن برقرار کردن بین چین و پاکستان، و علی اینها نمیخواهند که مثلا همزمان علی پاکستان و چین جبهه باز شود. نه، طالبان در واقع برای روابط خوب با چین تلاش بسیاری کرده، بعد از این میکنه، و به خاطر از اینکه طالب بهبود روابط طالب با چین در حاکمیت گروه از سمت شمال بسیار تاثیر داره و در این زمینه موفق هم بوده. خب ای که پاکستان در ابتدا بر رساندن طالبان و چین به یک میز کمک کرد، او با کنار وقتی پاکستانی کار میکرد، پاکستان نمیفهمید که اشتباه میکنه. فیض امید پاک آمد، حتی حکومت هم درست کرد. آیسای و اینا نمیفهمیدن، فکر میکردن که مثل دوری اول گل و گلزار میشه و تمام آنچه که فیصله هایی که در پاکستان میشه در کابل، در ارگ کابل او تطبیق میشه. این کار نشد به خاطر از بازیگران منطقه بسیار پیچیده از قبل در دوران جمهوری با طالبان همکاری داشتند، اونا در صحنه هستند. نمیمانم که پاکستان آله از کابل بعدا بزنه به طرف هرات و بدخشان. آندری سرینکو روزنامه‌نگار معروف روسی افغانستان شناس گفته است که خبر داده که احتمال تغییر رئیس اداره امنیت استخبارات طالبان متصور است، یعنی ای آدم برکنار میکنن عوضش کس دیگیره میارن. برکناری ملا عبدالحق وسیق که بیشتر به سیایی نزدیک است، این میتونه عواقب داشته باشد. این گزارش میگه که ملا عبدالحق وسیق رئیس استخبارات فعلی به وسیله ملا محمد ندیم وزیر معارف و آموزش پرورش جایگزین میشه. ملا ندیم نفر خاص کود ایبت الله است. گویا عبدالحق وسیق، یعنی اینجا چی است؟ نشان میده که کشمکش بین طالب کابل و طالب قندار است و بیجا کردن ریاست استخبارات طالبان و آوردنش و یعنی آوردن یک نفر نو، ای بدون جواب نمیمونه و ای منتج میشه ممکن احتمالا به یک جنگ، یا جنگ خاموش یا جنگ پر سر و صدا. منابع گفتن که مولوی وسیق مدت هاست که کود ایبت الله را از خود ناراض ساخته. کود ایبت الله که محور دارالاماره قندار است. چرا ناراض ساخته؟ مولوی عبدالحق وسیق تماسهای مستمر و پنهانی با نمایندگان CIA امریکا داشته و این حال میخوان که او را برکنار بکنن. ما بازم گفتیم که چون انتخابات امریکا هم هست و این مثلا بخشی از تصفیه حسابای پیشا ترامپ هست، عواقبی داره. ملا ندیم از اعتماد مطلق دارالاماره قندار برخوردار است، از ملخهای درونی است. سیامغزترین آدمی است که در تاریخ طالب زاده شده و اصطلاح ایجاد شده، یعنی پیدا شده این آدم. اگه این چرخش اداری اتفاق بیفته به این معناست که کود ایبت الله کنترل کامل استخبارات طالبان رو در دست میگیره و او وضع طور دیگه میشه. و البته تغییرات و تبدیلات کادرهای اداری بین کابل و قندار از گذشته باعث تنش‌های شده است. این تنش‌ها فعلا در سطح خاموش تو رفع و رجوع میشه، هنوز تبدیل به انفجار نشده است. منابع دیگه از آندری سرینکو در کابل گزارش کردند که شایعاتی در مورد سیاست خارجی طالبا گفته شده، ای که ای بار مولوی امیرخان متقی ممکن است
برکنار شوه و جایش ذبیح‌الله مجاهد بگیره. ایم مثل پیشتر حکایت تبدیلی عبدالحق وسیق است که جایگزینش ملا ندیم میشه و ایم کار دارالاماره قندهار است و ای به این معناست که ایبت الله ارکان اصلی استخبارات و سیاست خارجی را در دست خود میگیره. اگر پیروز شد چی اتفاق میفته؟ اگر نشد چی اتفاق خواهد افتاد؟ ایره میمانیم به ذهن شما. خبر دیگه که آمد، عربستان پاکستان از جمع خود گرفته به حساب چی؟ به حساب پول. پاکستان افتیده بود، حال عربستان سعودی قصد داره تا 3 میلیارد دلار دیگه به پاکستان بده. ایره بلومبرگ ایشیا گزارش کرد که عربستان سعودی قصد دارد سپرده 3 میلیارد دلاری به پاکستان انتقال کنه که به اصطلاح بالاترین نرخ تورم در یک کشور آسیای جنوبی را مهار بکنه. آلوجه می کلدار در برابر دلار بیخی خود باخته روان است. وزارت دارایی عربستان قصد دارد تا دهی هفته امیکار انجام بده و اگرچه گفتن منابعی که به بلومبرگ گفتن که 3 میلیارد دلار انتقال میشه از ذکر نامشان خودداری شود. عربستان در نظر داره به ارزش 100 میلیون دلار هر ماه، یعنی به مدت 10 ماه محصولات نفتی به پاکستان ارائه بکنه. تو کلش مفت است. از برای خدا این چه رقم کشور است که 200 میلیون نفوس داره، هیچ زیرساخت اقتصادی و درآمدی نداره. یعنی کشور دوست، یعنی اگر امریکا نباشه به وسیله امارات و قطر و عربستان سعودی ایره سر پای نگاه نکنه، پاکستان چیزی برای ادامه حیات نداره. عجبا، این یکی از مثلا سوژه تحقیقاتی بسیار بسیار جالب است که اگر کسی فرصت بکنه در این رابطه کار کنه. این منابع گفتن که شکاف مالی پاکستان بعد از اینکه بن سلمان یه تعهدات پذیرفت، حالا این شکاف پس پر شده. پر شدن به این معنی نیست که قرضای خود پرداخته. پاکستان زیر قرض صندوق جهانی پول همینطور خم شده. فقط اینا میخوان که خودش نفته، به خاطر از اینکه پاکستان که بفته خب بازی پروژه های امریکایی و انگلیسی که به طرف ایران و آسیای میانه که مثلا هنگامه برپا کرده خب بازی هیچ میشه. این تضمین راه را بر تصویب یعنی وام های بیشتر صندوق جهانی پول به پاکستان انوار میکنند. باز اونا یعنی بر از اونا قناعت بتن که مرحله جدید اعطای وام به پاکستان عملی بکنن. عربستان و سعودی خودش با صندوق جهانی پول امان کرده که پاکستان یعنی در حقیقت در جمع ماست، در جمع به اصطلاح حمایت های مالی ماست. یکی از افراد گفته که تا 2 روز آینده این تعهد اعلان میشه، نمایندگان عربستان و وزارت دارایی پاکستان بلافاصله به پیام هایی که خواستار اظهار نظر بودن پاسخ ندادند. یعنی به پیام های خبرنگاران که پاسخ نمیتن کوش میکنن که رسانه ای نشه. صندوق جهانی پول از دادن وام های جدید با تعهد عربستان سعودی به اصطلاح آل توافق کردن. بلومبرگ در ماه جولای گزارش داد که صندوق بین المللی پول اول باید اطمینان حاصل بکنه که عربستان سعودی 4 میلیارد دلار بده به پاکستان تا او یک مقدار شکاف مالی که داره او رو پر بکنه که ما باز برش قرض دیگر را ارائه بکنیم تا بتانه هم حالت عادی درآمد به اصطلاح دخل و خرج مالی خود انجام بده و هم یک مقدارش به قرضای گذشته خود بده. شکاف کسری تجاری در پاکستان، یعنی ما زیاد گزارش کردیم، یعنی امو بدیهی است که باید در ماه دسامبر پرداخته می شد. مثلا در ماه دسامبر باید
1.7 میلیارد دلار باید میپرداخت، او رو نپرداخت، از کجا بپردازد؟ او دیگه محتاج است، از دیگه طرفی های کتابی نفسایش به شما رفت داده. بر جلوگیری از سقوط مالی به حمایت خارجی عربستان و سایر کشورها نیازمند است. این خدازدگی، این خدازدگی مردم. ما در همسایگی خود اطلاعات کشوری که افغانستان و ایران کرده و در این حال مدیریت میکنه، چندین حکومت سقوط داده، چندین حکومت آورده جاسازی کرده، ما معلومات کم داریم انصافا. چی علت است؟ علتش حکومت های خائن و دزد است. همین دو جمهوری بسیار خائن بودن خاصتا. پیش از او هم در پاکستان شناسی اینمی در رد پای جمهوری پای خود میموندن، فقط به مشاورای روزانه اکتفا میکردن، تبلیغاتی دالخورای تو کده که پاکستان چطور چکار، هیچگاه به طور بنیادین در شناخت سرطان منطقه اینا کار نکردن، تا بالاخره اینا کشورهای دیگه آماده شده یک چیزی به صلاح مواد انفجاری بسیار بزرگ و تمام نشدنی را به نام تی تی پی و بیل ای پروریدن، تا که بالاخره به جانش انداختن که یک کمکی رو کنترل کردن. اگر نه زمامدارای افغانستان که روزانه در دوری جمهوری علی پاکستان شعار میدادن در ولسی جرگه، دیگر که پاکستانی ها در تماس می بودن، خانه هم نمیجا داشتن، ویزه می خواستن. متوجه میشین مردم این کشور اینی رقم بی بنیان است. وقتی که عمران خان نخست وزیر سابق در اکتبر پارسال از عربستان دیدن کرده بود، اما وقت 4.2 میلیارد دلار به پاکستان آمد، یعنی همیشه اینا که سفر میکنن شما بفهمین که پشت پایسه میرن، چه شهباز شریف هست، چه آسم منیر، چه کمی خارج که رفت بفهمین که پشت پایسه میرن. خواهم وقت هم بعد با 3 میلیارد دلار و ذخایر بانک دولتی او پف شد، خلاص شد و اونا امو وقت به ارزش 1.2 میلیارد دلار، یعنی با تجارت مواد نفتی در یک سال هم برای اینا داده. اگر عربستان سقوط کنی یا چی میشه در نظر شما، چی فکر میکنه؟ حالا زیر ضربه است و عربستان سعودی، یعنی یک دفعه ترامپ بیاید دیگه بیاید، یعنی چیزای چرت و پرتک بالا بکنه که یک دفعه با جنگ منطقه ای در بگیره با یمن، عربستان زیر ضربه است. باز اون وقت پاکستان خب بیخی گساله بیمادر میشه از نظر اقتصادی. وقتی که شهباز شریف در ماه می رفت با بن سلمان دیدار کرد، او هم 3 میلیارد دلار نقد کرد آورد. اینی مواردی بود که در ارتباط با اوضاع افغانستان و پاکستان خدمت شما ارائه شد. تا بعد.